عناوین اصلی: ارتش اوکراین، نیروهای روسیه به دروازه‌های شهر توریتسک رسیدند. روسیه: قبل از رسیدن موشک‌های دوربرد به اوکراین واکنش نشان خواهیم داد. حمله اسرائیل به نزدیک سفارت ایران در دمشق. و خلاصه از آخرین خبرها از درگیری حزب الله لبنان و اسرائیل. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. ارتش اوکراین امروز کمتر از یک هفته پس از سقوط شهر بوهلدار اعلام کرد که نیروهای روسیه وارد حومه شهر توریتسک در خط مقدم شرق اوکراین شدند. همزمان کانال‌های روسی ویدیوهایی را در تلگرام منتشر کردند که نشان می‌دهد سربازان مسکو پرچم روسیه را بر روی ساختمان‌های ویران شده در این شهر به اهتزاز در می‌آورند. هشدار روسیه درباره حمله اوکراین با موشک‌های دوربرد به روسیه. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد اگر غرب به اوکراین اجازه استفاده از موشک‌های دوربرد را بدهد، روسیه از این موضوع مطلع شده و اقدامات تلافی جویانه انجام خواهد داد. دیپلمات ارشد روسیه تاکید کرد که هر گونه موافقت غرب برای تامین این موشک‌ها به طور خودکار اقدامات واکنشی ذکر شده پوتین را آغاز می‌کند. او در گفتگو با شبکه یک تلویزیون روسیه در پاسخ به پرسشی درباره استفاده کیف از تسلیحات غربی برای حمله به عمق خاک روسیه گفت از وقتی رئیس جمهور پوتین گفت اگر این تصمیم گرفته شود چه برداشتی کرده و چه اقدامی خواهیم کرد، دیگر این مسئله صدور یا عدم صدور مجوز را دنبال نمی کنیم. رئیس جمهور روسیه ماه گذشته در اظهاراتی تهدیدآمیز گفته بود که اوکراین بدون کمک غرب و ناتو نمیتواند از موشک‌های دوربرد برای حمله به روسیه استفاده کند. بنابراین به کار گرفتن این موشک‌ها یعنی ورود ناتو به جنگ مستقیم علیه روسیه. حمله اسرائیل به نزدیکی سفارت ایران در دمشق. اسرائیل امشب سه‌شنبه شب یک واحد مسکونی را در یکی از ساختمان‌های محلی شیخ سعد دمشق، پایتخت سوریه، هدف قرار داد. وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که حدود ساعت 8:15 دقیقه امشب به وقت دمشق، اسرائیل با سه موشک از سمت جولان اشغالی سوریه، یک ساختمان مسکونی و تجاری در محلی پرجمعیت مزه دمشق را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن 7 غیر نظامی و زخمی شدن 11 تن دیگر شد. عملیات امداد برای نجات افراد زیر آوار ادامه دارد. سفارت ایران در دمشق میگوید هیچ ایرانی بین کشته‌ها و مجروحین حمله موشکی به دمشق نیست. برخی منابع اسرائیل ادعا کردند که یک مقام بلندپایه در دمشق را ترور کردیم. منابع مخالف سوری مدعی ترور زیاد نخاله، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین در دمشق شدند. و خلاصه‌ای از آخرین خبرها از درگیری حزب الله لبنان و اسرائیل. بنیامین نتانیاهو در پیام ویدیویی که در ایکس منتشر کرد گفت بعد از حسن نصرالله جانشین او و جانشین جانشین او کشته شدند. او از لبنانی‌ها خواست که کشور خود را پس بگیرند و آن را به مسیر صلح و رفاه برگردانند و از فرصتی که در دهه‌های گذشته وجود نداشته استفاده کند. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد شما این فرصت را دارید که لبنان را قبل از سقوط به ورطه جنگی طولانی که منجر به ویرانی و رنج می‌شود نجات دهید، مانند آنچه در غزه می‌بینیم. لازم نیست اینطور باشد. نخست وزیر اسرائیل نامی از جانشین رهبر سابق حزب الله نبرد، اما از نعیم قاسم و هاشم صفی‌الدین به عنوان جانشینان او نام برده می شود. از نعیم قاسم امروز یک سخنرانی ویدیویی منتشر شد، اما وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت هاشم صفی‌الدین احتمالاً کشته شده است. ارتش اسرائیل دیروز گفته بود که نمی تواند کشته شدن او را تایید کند. حزب الله لبنان در این باره اظهار نظری نکرده است. نخست وزیر اسرائیل گفت هزاران نیروی حزب الله کشته شدند و قابلیت آنها برای فعالیت تضعیف شده است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل بعد از این سخنان بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ارتش همچنان در حال بررسی نتایج حمله خود است و از ترور هاشم صفی‌الدین مطمئن نیست. امروز عکس‌هایی منتشر شد که سربازان اسرائیلی پرچم اسرائیل را در جنوب لبنان به اهتزاز در می‌آورند. حزب الله لبنان امروز بیش از 100 راکت به شمال اسرائیل از جمله حیفا شلیک کرد که بسیاری از آنها رهگیری شدند، اما دست کم 12 اسرائیلی بر اثر این حملات به بیمارستان منتقل شدند. اسرائیل میگوید که بر اثر این حمله یک ساختمان آسیب دیده است. اسرائیل همچنین اعلام کرده است که در جنوب غربی لبنان یک عملیات زمینی محدود را آغاز کرده است.
نعیم قاسم از مسئولان ارشد حزب الله در یک سخنرانی گفت تمام فرماندهان و رهبران کشته شده حزب الله جایگزین شدند. او گفت حزب الله از ابتکار عمل پارلمان لبنان برای آتش بس استقبال می کند. جروزالم پست به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو به وزیر دفاع این کشور دستور داده که تا زمانی که جو بایدن با او تماسی نگیرد برای گفتگو درباره تنش با جمهوری اسلامی ایران به آمریکا سفر نکند. پنتاگون امروز سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل به وزارت دفاع آمریکا اطلاع داده است که یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن سفر نخواهد کرد. ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً جهت حمایت از ما ویدیو رو لایک فرمایید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.